به نکته بعدی برسیم و اون این که نقد نظام سیاسی، اینو من قبلا هم گفتم ولی باز تأکید میکنم، نقد نظام سیاسی یعنی نقد دولت، مهار قدرت دولت و نظارت بر دولت، شفافیت و مسئولیت خواستن از دولت یکی از اصول منافع عمومی است. این چیزی که جمهوری اسلامی و همه نظام‌های دیکتاتوری القا میکنن که اگه از ما انتقاد کنین یعنی که شما از کشور انتقاد کردین. هر کس اپوزیسیون جمهوری اسلامیه پس ضد ایرانه، ضد منافع ملی. این کاملا غلط و حرفی ضد دموکراسی. در دموکراسی ها شما از موضع منافع عمومی از دولت انتقاد میکنید. ببینید این حرفی که این پایین نقل کردم حرف یک آقای اسم به نام پیروز مجتهدزاده که حتما خیلی در جاهایی که در مورد سیاست خارجی نظر میدن دیدید. این آقا یک آقای تحصیل کرده فرنگ رفته است و ظاهرا مقیم لندن. ببینید چه گفته. گفته که در یک مصاحبه با خبرگزاری تسنیم همین چند روز پیش گفته روشنفکر ایرانی نمیتواند حساب مخالفت با نظام و دفاع از منافع ملی را از هم جدا کند. یعنی اگر شما میخوای از منافع ملی دفاع کنی باید از نظام هم دفاع بکنی. حالا هر کس با نظام بد بود میشه مسعود رجوی و مجاهدین خلق. بعد میگه مسعود رجوی با نظام بده، بعد رفته دامن صدام حسین. یعنی در حکومت‌های دیکتاتوری میخوان بگن که حکومتی که دیکتاتوری است، حکومتی که دموکراتیک نیست، این نماینده و تجسم منافع ملی است. هم منافع ملی رو تعریف میکنه، هم منافع ملی رو اجرا میکنه و هیچ کس هم حق هیچ سوالی نداره. و اگر هم شما انتقاد بکنین از این حکومت، بنابراین از منافع ملی در حقیقت انتقاد کردید و دشمن منافع ملی هستید. این خطرناکه. نه دولت دموکراتیک و نه دولت غیر دموکراتیک هیچ کدام هیچ حق انحصاری راجع منافع ملی ندارن. بنابراین شما میتونید یک شهروند آمریکایی باشید و دولت رو ازش انتقاد بکنید که چرا منافع ملی رو اینجا یا اونجا زیر پا گذاشته. مثلا این همه آمریکایی، نصف ملت آمریکا که در زمان حمله عراق از بوش انتقاد میکردن که آقا چرا رفتی در عراق حمله کردی و این حمله کردی به عراق خلاف منافع ملی آمریکایی بوده، اینا هیچ کدوم کسی به اینا نگفت که اینها ضد آمریکایی هستن. کسی به اینا نگفت که اینا به کشورشون خیانت میکنن. به دلیل اینکه دولت باید همواره، دولت به هیچ وجه هیچ تقدسی نداره. در حکومت دموکراتیک سعی میکنن دولت رو مقدسش کنن، یعنی بگن اصلا شما نمیتونید پرسش بکنین ازش. یکی از راههای مقدس کردنش هم این که حساب مخالفت با نظام و دفاع از منافع ملی رو باید از همدیگه جدا کنن. این حرف بسیار بسیار خطرناک و تقویت کننده دموکراسی است، دیکتاتوری است. یه نکته دیگه هم این که ما در فرهنگ سیاسیمون به ویژه در این 10-15 سال اخیر بعضی از مفاهیم جدید، بعضی از مفاهیم تازه به گوش و ذهن ما وارد شده که خیلی ما اینها رو نمیشناسیم، از جمله مسئله مداخله بشردوستانه. و تصور میکنیم کسانی که طرفدار مداخله بشردوستانه هستن، مداخله بشردوستانه یعنی استفاده از نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض وسیع حقوق بشر در یک کشور دیگه به دست دولتش. ما فرقی بین جنگ طلبی و مداخله حقوق بشردوستانه خیلی از کسانی که اظهار نظر میکنن نمیگذارن، در حالی که جنگ طلبی یک موضوع است و مداخله بشردوستانه یک موضوع دیگه. همونطوری که جنگ کردن بد هست، یعنی اگه کسی ابتدا به ساکن جنگ کنه، حمله کنه به کشوری، همونطوری که بده از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی نقض قوانین بین‌المللی هست، به همون میزان مداخله بشردوستانه هم توجیه اخلاقی داره و هم توجیه حقوقی در حقوق بین‌الملل. و مثلا مورد رواندا در نیمه دهه 90، جایی که طی 100 روز نزدیک 1,000,000 نفر کشته شدن، و مورد سوریه که در طی 4 سال حدود 200,000 نفر کشته شدن، یکی از مواردی است که مداخله بشردوستانه درش معنا داره، توجیه داره، هم توجیه اخلاقی داره و هم توجیه حقوقی. و اگر کسی طرفدار مداخله
کشورهای دیگه در این موارد باشه، این به مفهوم جنگ طلبی نیست. و فراموش نکنید که نباید صلح طلبی رو با دفاع از دیکتاتوری ها آمیخت. یعنی به شکلی نباید، یکی از مشکلاتی که این چپ ها داشتن این بود که برای دفاع از صلح در حقیقت از در اروپا نمونهاش زیاده، یا از حزب الله لبنان دفاع کردن، یا از صدام حسین دفاع کردن، یا از جمهوری اسلامی. یعنی که بعد بین اینها فرق گذاشت. نمیشه شما از صلح دفاع بکنید ولی دفاع شما از صلح به معنای به رسمیت شناختن دیکتاتوری ها باشه و کسانی که در کار نقض منظم و سیستماتیک حقوق بشر هستند. بنابراین کسی که صلح‌خواه هست، کسی که صلح‌جو هست، باید ضد دموکراسی هم باشه، وگرنه اینا با هم ضد دیکتاتوری هم باشه، وگرنه اینها با هم تناقض پیدا میکنن. بنابراین وقتی میبینید توی لندن میان تظاهرات ضد جنگ را میندازن و بعد همشون پرچم حزب الله لبنان رو بلند میکنن و میگن که we are all حزب الله، این بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. و فراموش نکنید که جمهوری اسلامی و صدام حسین و حزب الله لبنان و بسیاری از این حکومت ها و سازمان ها از جریان های ضد جنگ به نفع خودشون بسیار استفاده کردن در تبلیغاتشون و می کنن. و نکته های پایانی که میخوام بهش اشاره کنم، یکی همون پرهیز از یکی دانستن منافع ملی با منافع دولت‌های غیر دموکراتیک هست. یکی این هست که بدون دموکراسی دستیابی به صلح پایدار ممکن نیست. این شما اگر طرفدار صلح هستید، ما طرفدار دموکراسی هم باشیم، فکر نکنیم که با بقای دیکتاتوری صلح برقرار میشه. اگر هم یک دیکتاتوری برای کشوری ثبات بیاره، تاریخ نشون میده که این ثبات‌ها همه شکننده و موقتن. روابط با کشورهای دیگه باید بر اساس منافع مشترک باشه، نه دوستی و دشمنی. شکلگیری صلح در منطقه نیازمند باز تعریف هویت‌های ملی است. یعنی باید فرقه ها و مذهب ها و ادیان از هویت‌های ملی حذف بشن. هویت‌های ملی باید سکولار باشن اگر بخواهند به صلح کمک کنند. ایده صلح نیازمند نقد سراسری فرهنگ سیاسی و میراث تاریخی، پذیرش دیگری، مدارا و انسان باوری. و نکته آخر این که ارتباط فرهنگی و ستیز با انگاره‌های خود برتر بینانه تاریخی برای دستیابی به صلح بسیار بسیار مهم هست. سوالی که من داشتم در پایان این بحث، چون بحث امروز ما راجع به خاورمیانه بود، یک تصوری که در جامعه ایران مطرح هست به نوعی تصور، نمیدونم درست یا غلط، ولی تصور جایجان ناپلئونیه، تصوری که در حقیقت ما مسئولیت این خرابی های خاورمیانه رو به دوش قدرت های بزرگ میاندازیم. اون نگاهی که مثلا آقای گنجی، اکبر گنجی چند سال پیش با مقالاتشون بیان کردن که آمریکا طرح کلنگی کردن خاورمیانه رو داره، بعد خب حالا به تبعش این اتفاقات اخیرم باعث شد که ایشون خیلی نظرشون بیشتر چیز کنن، مانور بدن و توضیح بدن یا اثباتش رو دلیل بیارن برای اثباتش. این نگاه که خاورمیانه به خاطر داشتنه موقعیت استراتژیک، به خاطر داشتن نفت، به خاطر داشتن حالا گذرگاه در واقع ارتباطی که داره و دلایل دیگه، جایی هستش که غربی ها، قدرت های بزرگ ازش دارن سوء استفاده میکنن و این باعث شده که این منطقه منطقه‌ای بشه که به ویرانی کشیده شده. جمله که من میشنوم از ایرانی ها اینه که تا ما نفت داریم، تا خاورمیانه توش نفت، ما بدبختیم. این آیا دوست داشتم نظر این موضوع هم نظر بدید. با توجه به این چند جلسه من بیشتر و بیشتر میبینم که چقدر این بدبختی خودمونه، ولی دوست دارم نظر شما هم بدونم.
با سلام و پوزش از اینکه مشکلی که پیش اومد، من سوالم اینه که آیا فکر نمی کنیم که اگه بعضی از قوم ها، بعضی از اقلیت ها دست به خشونت هایی می زنن جا به جا، مثل ترور یا مثل همین خود برتربینی که خودش هم یه نوع خشونته، یه جورایی ناشی میشه از تحقیر و توهین و دیده ننگاشتن خواسته و ناخواسته غرب نسبت به این کشورها؟ مثلا وقتی که یک کسی خودش کوچیک شده و تحقیر شده حس میکنه، بالاخره یه نوعی واکنش نشون میده که من فکر میکنم این بی تاثیر نباشه. مرسی. بله، راجب این نکته که خانم شرکت کننده گفتن باشون موافق هستم. طبیعتاً هیچ بحثی نیست در اینکه کشورهای غیر غربی یا ملت‌های غیر غربی در جریان تجدد به شکل‌های مختلف تحقیر شدند، حالا یا با استعمار یا با شکل‌های پنهانتر و پیچیده‌تر. ولی مسئله اینه که ما هم باید یک موقعی بالغ بشیم دیگه. بلوغ مفهومش اینه که من مسئولیت خودم رو بشناسم و بفهمم. بالغ شدن یعنی این. وقتی آدم بالغ میشه به این مفهوم نیست که همه آدمایی که اطرافشن آدمای خوبی میشن یا همه میان در خدمت آدم قرار میگیرن. وقتی آدم بالغ میشه زمانی است که آدم میفهمه که من هم مسئولیت دارم و مسئولیت خودم رو اگر به جا بیارم وضعم تغییر میکنه. به نکته که دوست گرامی با نام شاهین گفتند برگردم، در مورد اینکه از آقای گنجی نقل کردن، خب طبیعتاً من با صحبت آقای گنجی موافق نیستم و این همون نمونه از تئوری توته است دیگه. آمریکا یا غرب یک تئوریایی، یک طرحی داره برای کلنگی، برای این یا برای اون. چون من نمیدونم که، تا جایی که من میدونم که آقای گنجی به هیچ سند و مدرک محرمانه دسترسی ندارن. ایشون هم احتمالاً همین اخباری رو میخونن که ما میخونیم یا همین روزنامه‌های رو میبینن که ما میبینیم و از هیچ کدوم از اینا همچین چیزایی بر نمیاد. و اصولاً کسانی که تصمیم گیرنده سیاسی هستن هم انقدر باهوشن و هم انقدر تاریخ رو میدونن، در آمریکا تاریخ سیاست خارجی آمریکا رو میدونن و همونا که در زمینه خاورمیانه کار میکنن انقدر خاورمیانه رو میشناسن که میدونن که چنین طرحهایی ریختن خیال اندیشی است. یعنی شما بیایید طرح بریزی این طور یا اون طور بشه. شما خاور کسانی مثل آقای گنجی فکر میکنن که اگر آمریکا یا بسیاری کسایی دیگه فکر میکنن اگر آمریکا یا دول غربی نباشن در منطقه، وضع این منطقه خوب میشه، این منطقه میشه صلح و آرامش و ما اصلا مشکل ما این دولت خارجی هست. جمهوری اسلامی دقیقا همینو میگه. شما اگر به جمهوری اسلامی بگید که آقا شما از این آمریکایی‌ها چی میخواین، از این خارجی‌ها چی میخواین، این چیزیست که بارها آقای خامنه ای و بقیه رهبران جمهوری اسلامی گفتن. میگن که شما از این منطقه برین. همین یکی دو هفته پیش بود، شاید دو سه هفته پیش، وقتی آقای خامنه ای به این کنفرانس این کمپ دیوید واکنش نشون میداد، گفت که این غربی ها باید از این منطقه برن. خب شما تصور کنید که غربی ها از این منطقه برن، آیا وضع خشونت و درگیری در این منطقه بهتر خواهد شد یا نه؟ اگر شما واقع بین باشید و اگر شما منطقه خاورمیانه رو بشناسید، شکی نخواهید داشت که وضعیت این منطقه بسیار بسیار خونین تر خواهد شد و خشونت در این منطقه به شکل عجیب و غریبی افزایش پیدا خواهد کرد. این که شما فکر بکنید که غربی ها توی منطقه اومدن دنبال منافع خودشون، البته که اومدن دنبال منافع خودشون، ولی در عین اینکه اومدن دنبال منافع خودشون، منافع خودشون یکی هم ثبات در این منطقه بوده. یعنی یکی از منافع مهم غرب در فرض کنید خلیج فارس از زمانهای خیلی دراز این بوده که خلیج فارس یک منطقه امن باشه برای تجارت، برای کشتی ها. خب اگر
غربی ها نمی بودن در اینجا تا زمان جنگ جهانی دوم، مثلا بریتانیایی ها بودن و بعد آمریکایی ها اومدن کم کم. اگر نبودند، خب نمونه جنگ ایران و عراق نشون داد که دو تا کشور منطقه چجوری میتونن هم کشورهای خودشون رو چجور آسیب بزنن و هم چگونه میتونن امنیت خلیج فارس رو به خطر بندازن. این که تصور کنیم اگر غربی ها نباشند منطقه خاورمیانه خیلی بعضش خوب خواهد شد، اینطور نیست. همونطور که گفتم، بازیگران سیاسی اصلی در این منطقه، یعنی ایران و عربستان سعودی و ترکیه، هیچ کدوم نه به معنای دقیق کلمه دموکراتیکن و نه سیاست‌های صلح جویانه دارن، بلکه سیاست‌هاشون توسعه طلبانه است و برای توسعه طلبی حاضرن هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن و نگاهشون به خودشون و نگاهشون به منطقه خیلی ایدئولوژیکه، ضد اقوام هست، ضد فرقه ها هست. شما ببینید موضع ترکیه رو ببینید نسبت به ها، مثلا موضع سعودی ها رو ببینید نسبت به شیعه ها، موضع جمهوری اسلامی رو ببینید نسبت به دیگران. اینه که به هیچ وجه چنین طرحی نه معنی میده، نه کسی دنبالشه، نه اینها توهمات توطئه است که همون ناشی از اینه که ما نمیخوایم واقعیت رو بشناسیم و ببینیم، یا امکان ذهنی و مفهومیشو نداریم، یعنی توانایی علمیشو نداریم، یا جسارت‌های انسانی رو نداریم برای رویارویی شدن با زشتی‌هایی که از درون همین منطقه سر برآورده و در درون همین منطقه هست. و خب طبیعی راحت ترین چیز اینه که بگیم نقشه خارجی اینه، نقشه خارجی اونه. ما یک زمینی رو، دانه های رو میکاریم، درختانی رو میکاریم و بعد میوه هایی میده. این میوه ها رو ممکنه خارجی ها بچینن و ببرند، اما این دانه ها رو ما کاشتیم، این درختان رو ما کاشتیم. ما میتونستیم چیزهای دیگری بکاریم و نکاشتیم. جمهوری اسلامی اگر سیاست های دیگری داشت، سیاست غرب نسبت به ایران ناگزیر شکل دیگری میشد. اگر ترکیه سیاست های دیگری داشت، سیاست های غرب در قبال اون هم شکل دیگری میشد، یا عربستان سعودی. اگر بشار اسد اینقدر خشونت و خودکامگی نمی ورزید، وضعیت خاورمیانه الان یه شکل دیگری بود، وضعیت سوریه یه شکل دیگری بود. اگر دولت های عراق در این 10 سال یک دولتی بود که فراگیر بود و سنی ها رو در بدنه قدرت راه میداد و تبعیض علیه اونها اجرا نمی کرد، چه بسا الان داعش وجود نداشت. یعنی که این تصورات توهم توطئه همون چیزایی است که ما رو الان همینجا نگه داشته دیگه. من حالا اشاره نکردم به اینکه یکی از مهمترین و قوی ترین عناصر فرهنگ سیاسی در ما ایرانی ها و ملت خاورمیانه البته این توهم توطئه است. توهم توطئه مال ذهن تنبل دیگه. می‌دونین همونطور که قدیمی ها مثلا 2000 سال پیش وقتی که زلزله می اومد یا طوفان می اومد، نمیتونستن از نظر علمی این رو توضیح بدن، میگفتن خدا غضب کرده. این خدا غضب کرده، خشم خدایانه. برای چی؟ برای که من باید یه توجیه داشته باشم براش دیگه. الان هم هر اتفاقی تو خاورمیانه میفته میگن خشم غربی هاست. این خشم غربی هاست. ما نمیتونیم بفهمیم یا نمیخوایم بفهمیم. این غضب غربی هاست. یک غربی ها یک قدرت لایزال و عجیب غریبی دارن. یک قدرت هایی رو ما نسبت میدیم به آمریکا یا به غرب که اصلا وجود نداره، اینقدر قدرت ندارن. و از اون طرف خودمون رو اینقدر نقشمون رو کم میبینیم و خودمون رو از عاملیت خلع میکنیم که تنها از یک ملت نابالغ چنین چیزی برمیاد. بسیار سپاسگزارم از همه شما برای اینکه این سه گفتار همراه ما بودید. امیدوارم که این نکته ها کمک بکنه به اینکه در این زمینه بیشتر مطالعه کنیم و فکر کنیم، و به هر حال موضوعاتی است که مربوط به همه ما هست و همه ما باید در پخته کردن و واقع بینانه کردن نگاهمون به اطرافمون مشارکت کنیم.